خانم آقایان، درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سال جدید نوروز باستانی رو، در واقع سال 2583 شاهنشاهی رو به شما عزیزان خجسته باد میگم. امیدوارم امسال رو آخرین سالی باشه که در واقع، یعنی من آخرین تبریکی باشه که جمهوری اسلامی در واقع بر ما حکومت میکنه و همچین نظام صفاکی هست. امیدوارم سال 2583 شاهنشاهی یا همون سال 1403 سالی باشه که ما بتونیم وطنمون رو پس بگیریم و وطن عزیزمون رو از پلیدی ها، از ناپاکی ها، از زشتی ها پاک بکنیم. همه در کنار هم مهربان با عشق در کنار هم زندگی کنیم. هر ایرانی در هر جای دنیا هست، حال دلش خوب باشه، شرایطی فراهم بشه که حال دل همه ایرانی ها خوب باشه، همه ایرانی ها با عزت زندگی کنن، عزتمند باشن و ما بتونیم در جوامع بین المللی سری بین سرها در بیاریم. چرا که 45 سال رژیم صفاک و بیرحم و آدمکش آخوندی جمهوری اسلامی، هر آن چیزی که ما داشتیم از هویت ملی گرفته تا عزت نفس، تا همه چیز رو از ما، از جوانان ما، از مردمان عزیز ما گرفت. در اقشار مختلف جامعه ما میبینیم که امروزه ناملایمات و بسیار بسیار پریشان خاطری های عجیبی وجود داره. الان که دارم با شما صحبت میکنم، هنوز عده زیادی از عزیزان حقوق خودشون رو نگرفتن. فردا صبح سال تحویل میشه و سال 2583 شاهنشاهی یا همون سال 1403 داره میاد و هنوز مردم عزیز هنوز پولشون رو، حقوق خودشون رو نگرفتن و همچنان مشکلات معیشتی هست. امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. قطعا اینجوریه، نه فقط امیدوار باشم، قطعا اینجوریه. بنده به سهم خودم، به تک تک شما عزیزان خجسته باد میگم. امیدوارم در کنار خانوادتون شاد و خوش و خرم باشید. در ضمن جا داره که یادی کنیم از جانباختگان راه آزادی، مادران داغدار، پدران داغدار، خانواده هایی که عزیزانشون در حبس به سر میبرن، در راه آزادی در حبس به سر میبرن، خانواده هایی که زندگیشون رو جمهوری اسلامی به نحوی از آنها بالاخره تحت تاثیر قرار داد. امیدوارم که این خانواده ها با سرنگونی رژیم صفاک آخوندی، این خانواده ها این مقدار تسکین پیدا بکنن. همدردی میکنم با این خانواده های، با این عزیزان. یاد تمام جانباختگان راه آزادی گرامی، یاد تمام جوانانی که سربدار شدن، چه در کف خیابان جان دادند، چه سربدار شدند، چه فراری شدن، متواری شدن، یاد همه اونها رو گرامی میداریم. عزیزانی که سلامتیشون رو از دست دادن، عزیزانی که چشمشون رو از دست دادن، عزیزانی که همین الان ساچمه تو بدنشونه، عزیزانی که تحت تأثیر قرار گرفت زندگیشون و یک موج عجیب و غریبی در زندگیشون ایجاد شد، همه و همه اینها رو ما در کنارشون البته بودیم همیشه و هستیم و خواهیم بود. و این پیام رو من دارم به این عزیزان میدم که ما ملت ایران، ملت شریف ایران، شما رو فراموش نمی کنن عزیزان و در کنار شما هستن. مادران داغدار، پدران داغدار، امیدوارم که اتفاقاتی بیفته که گوشی از این همه رنج و درد و غم تنها یک مقدار تسکین پیدا بکنه. چرا که هیچ واژه‌ای من نمیتونم توصیف، نه من، هیچ کسی هیچ واژه‌ای نداره که از صمیم قلب با این عزیزان همدرد باشه. امیدوارم در سال جدید، در سال جدید 2583 شاهنشاهی مهربانی ریشه بکنه در مردم ما، در دل مردم ما. امیدوارم در این سال هر آن چیزی که
خیر و برکت برای عزیزان هموطنمون به وجود بیاد. دادگاه ها، پله دادگاه ها واقعا اینقدر شلوغ نباشه، صف سبد معیشتی اینقدر شلوغ نباشه، خدمت شما که عرض کنم طلاق اینقدر آمارش زیاد نره، کشته، حوادث، ناموسکشی، دخترکشی، همسرکشی اینقدر زیاد نباشه. همه چیز و همه اینها دستاورد جمهوری ننگین و صفاک جمهوری اسلامیه. امیدوارم که سال خوبی براتون باشه، امیدوارم که یک جوری رقم بخوره که ذهنها بیدار بشه، ذهنهایی که خفته هستند آگاه بشه، آگاه شد، خیلی خوب شد، شرایط بسیار بسیار شرایط خوبی شد، ذهنها آگاه شد، مردم ما امروز آگاه هستند، مردم ما، ملت ایران ملت بسیار بزرگ و شریفی هستند با یک تاریخچه بسیار غنی. همیشه گفتم باز هم میگم، هیچ جای دنیا ایران عزیزمون نمیشه. تک تک ما کسانی که خارج از کشور هستیم، همه ماها دلمون پرواز میکنه، دل ما پیش شماست، دل ما پیش شما عزیزان هموطنه و تک تک دوستان عزیزی که حداقل اون هموطنانی که در خارج از کشور هستن و همراه یگان پشتیبانی بودن در سال 1402 یا 2582 میلادی، ببخشید شاهنشاهی، این عزیزانی که در کنار یگان پشتیبانی بودن، عزیزان هموطن خارج از کشور، تک تکشون قلبشون برای شما میتپه. تک تک این عزیزان بارها و بارها با غم شما غمگین شدن، با شادی شما شاد شدن، با مادران و پدران داغدار همسو هستن و داغداری کردن، خدمت شما عرض کنم همدردی کردن و باز هم کنار شما هستیم. میخوام بگم که در کل میخوام بگم که ماهایی که خارج از کشور هستیم، دل ما، روح ما، قلب ما، همه چیز در بطن وجود احساس ما که هست پیش شماست. امیدوارم که تبریک من رو، خجسته باد من رو پذیرا باشید. من کوچک، من کمترین، به نوبه خودم روی ماه تک تکتون رو میبوسم، دستتون رو میفشارم به امید داشتن ایرانی آباد و آزاد و به امید داشتن ایرانی پر از مهر و محبت و صفا و مهربانی. دم همه شما گرم، خیلی دوستتون دارم. دم همه شما گرم. پاینده ایران، پاینده ایرانی، جاوید شاه.